سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه از فکت کلیپ خوش اومدید. درخواست پرستو صالحی برای بازگشت به ایران. پرستو صالحی هنرپیشه سابق سینما و تلویزیون که 2 سال پیش مهاجرت کرده بود، با انتشار یک ویدیو در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد که تصمیم دارد به ایران بازگردد. خانم صالحی در این ویدیو میگوید: من چند ماهی است که برای بازگشت به ایران به همراه مادرم از طریق خانه سینما درخواست دادم. هنوز نمیدانم قرار است چه اتفاقی بیفتد و روال به چه شکل خواهد بود و چه برخوردی خواهد شد، اما سعی میکنم خودم را برای آن آماده کنم. پرستو صالحی در ادامه اعلام کرد که من در ایران ممنون کار بودم ولی در حوزه تبلیغات فعالیت داشتم، اما با مهاجرتم دیگر از این راه درآمد ندارم. این ویدیو بازخوردهای زیادی در شبکه اجتماعی داشت. عبدالرضا داوری که زمانی قائم مقام مدیر عامل و معاون خبرگزاری اینا بود، در توییتر خود در واکنش به تقاضای بازگشت پرستو صالحی نوشت: امثال پرستو صالحی به عنوان شهروند ایران از حق زندگی در میهن برخوردارند، اما باید هزینه رفتارهای گذشته خود به عنوان برانداز و باقی را بپردازند. این که خانم صالحی قصد تسلیم به نظام را دارد فقط در صورت توبه و اعلام برائت و پشیمانی از اقدامات و اظهارات قبلی از مجازات مصون خواهد ماند. پرستو صالحی مهر 1400 از مهاجرت خود به ترکیه خبر داد و در اسفند همان سال کشف حجاب کرد. او در آن زمان در ویدیویی که منتشر کرده بود گفت به همراه خانواده خود به ترکیه رفته و برای برداشتن حجابش مهاجرت نکرده است. او گفت آدم رفتن نبود، اما در ایران بارها به دلیل انتقاد از مشکلات کشور به دادسرا احضار شده بود و تنها در صورتی میتوانست در ایران بماند که دیگر انتقادی نکند، اما سکوت کار او نبود. پرستو صالحی با نام اصلی الهام صالحی سیاوشانی، متولد 9 آبان 1356 در تهران، دانشجوی انصرافی رشته نمایش است. او فعالیت هنری خود را از سال 75 با کار تئاتر آغاز و اولین نقش بلندش را در سریال محاکمه به کارگردانی حسن هدایت ایفا کرد. معرفش به این سریال، استاد گریمش فرهنگ معیری بود که دوره گریم را هم نزد خود ایشان گذرانده بود. فیلم سینمایی چشمهایش به کارگردانی فرامرز غریبیان محصول سال 78 اولین تجربه سینمایی پرستو صالحی بود. او پس از بازی در سریال زیر آسمان شهر به کارگردانی مهران غفوریان در میان مردم شناخته شد. در تاریخ 10 دی ماه 1997 خانم بازیگر خبر رسمی از ازدواج خود را در رسانه ها منتشر کرد و اعلام کرد که همسرش فردی هنری و مشهور نیست و برخلاف شایعات مختلف رستورانی ندارد. با این حال چند ساعت قبل از برگزاری مراسم عقد در تاریخ 4 بهمن 1997 به دلیل عدم تفاهم با نامزدش اعلام کرد که این مراسم لغو خواهد شد. صالحی پس از این ماجرا در پستی اینستاگرامی نوشت: امروز 4 بهمن ساعت 5 بعد از ظهر قرار بود مراسم عقد من باشد، اما به هم خورد. توافق نداشتیم به همین سادگی. برای اینکه بعداً دچار حاشیه نشم گفتم خودم اینجا اعلام کنم و به شما هم بگم هر جای مسیر زندگی توی دوران عقد نامزدی احساس کردید که به هم آرامش نمیدید و باعث آزار هم دیگه اید، برگردید و به حرف حدیث مردم هم کاری نداشته باشید. این آدم ها اگر با 2 تا بچه برگردید بازم بهتون سرکوف میزنن و کمکتون هم نمی کنن. در سال 1995 حضورش در یکی از برنامه‌های ماعسل با اجرای احسان علی خانی همراه برادرش و صحبت درباره پدر معتادش بسیاری را تحت تاثیر قرار داد. در این برنامه او از زندگی سخت خود به خانواده‌اش سخن گفت و بیان کرد که مجبور شدند پدر خود را رها کنند و در نهایت او به دلیل خماری فوت کرد. این برنامه بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از اینکه او به صداقت کامل درباره پدر معتادش صحبت کرد، تشویق و تحسین مردم شد. صالحی در خرداد 99 در اینستاگرام خود اعلام کرد که به خاطر حضور در مراسم قربانیان سانحه سقوط هواپیمایی اوکراین و پست های اینستاگرامیش احضار شده و اکنون با قید وثیقه آزاد است. او نوشت: از امروز به خاطر تنهایی خودم سکوت میکنم، به حرمت موی سپید مادرم سکوت میکنم، به خاطر تپش قلب برادرم سکوت میکنم، سکوتی سنگینتر از فریاد. صالحی از هشتگ های ممنون کار، ممنوع کلام، ممنوع خروج در پستای اینستاگرامی خود استفاده میکرد. حالا با توجه به درخواست پرستو صالحی برای بازگشت به ایران،
شما بیننده عزیز فکر میکنید چه عاقبتی در انتظار این خانم بازیگر است؟